همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ماست. بابک، از اون چه که در روستای فلسطینی گذشته و اتفاق افتاده بیشتر چی میدونین؟ آزاد، حملاتی که همانطور که گفتید در روستای جید در منطقه شمرون در کنار شهر قلقیلیه در کرانه باختری رخ داد با محکومیت شدید سراسر سیستم سیاسی در اسرائیل، چه چپ و چه راست، و همچنین ارتش اسرائیل و سیستم امنیت داخلی اسرائیل شینبت مواجه شد. رئیس حزب راست افراطی، یکی از احزاب بسیار راستگرا، بتسلل اسموتریچ، تا رئیس دموکرات‌های چپگرا یائیر گولان، همه این واقعه دیشب را محکوم کردند. در جریان این واقعه همانطور که گفتی ده‌ها اسرائیلی در حالی که صورت خود را پوشونده بودند به انتقام از کشته شدن یکی از اسرائیلی‌ها به دست یکی از فلسطینیان در کرانه باختری به روستای جیت در نزدیکی قلقلیه حمله کردند و برخی از اونها وسایل نقلیه و حتی خانه‌ها را به آتش کشیدند. در تصاویر دوربین‌های امنیتی افراد نقابداری را میشه دید که با چوب و سنگ به روستا میان و در حالی که ساکنان درها را میبندن و فرار میکنن اونها حمله میکنن. در واقع دیگر یکی از این افراد بنزین روی مبلی که در بیرون یک خانه هست میریزه، اون را به آتش میکشه. سپس آشوبگران شروع به تخریب وسایل نقلیه میکنن و برخی از خودروها را به آتش میکشن. در گوشه از تصاویر همون افراد را میشه دید که به خانه های دور و نزدیک سنگ پرتاب میکنن و در حال آتش زدن هستند. در جریان این آشوب ها یک کوکتل مولوتوف هم به سمت یک خانه پرتاب شده، در حالی که در خانه خانواده در اون خانه بودن، خانه سوخته و خانواده در لحظه آخر گفته شده که فرار کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حتی توسط شهرک نشینان تیراندازی هم انجام شده و فلسطینی ها گزارش کردند که یک نفر در این واقعه کشته، یک نفر دیگه هم به شدت زخمی شده. اداره مدنی فلسطینیان تایید کرده که این فلسطینی کشته شده توسط گلوله کشته شده، اما اسرائیل هنوز این واقعه را تایید نکرده. سخنگوی ارتش اسرائیل هم به این آشوب‌ها واکنش نشون داد و گفت که در ساعت عصر دیروز ده‌ها شهروند اسرائیلی که نقابدار هم بودند وارد این روستا شدند، خودروها را آتش زدند. نیروهای ارتش و پلیس مرزی پس از دریافت گزارش خیلی سریع وارد روستا شدند، تیراندازی هوایی کردند و اسرائیلی‌ها را از روستا خارج کردند. ممنونم بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو.